بازسازی رابطه ایران و آمریکا، مطالعه و کتابخوانی، قصرهای زنجیره‌ای، محیط زیست، قانون اساسی ایران، روز دانشجو و تحولات در مصر، بعضی از موضوعاتی بود که ماه گذشته در این برنامه به بحث و گفتگو گذاشته شد. کدوم یکی از برنامه‌های ماه گذشته رو بیشتر پسندیدین و چرا؟ آیا موضوعی هست که راجع بهش حرف دارین ولی تو برنامه مطرح نشده؟ موضوعی هست که بخواین برای برنامه‌های آینده پیشنهاد بدین؟ امشب در تریبون آزاد روی خط فرصت دارید که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو درباره این برنامه مطرح کنید. از همین حالا با ما تماس بگیرید و در گفتگو امشب شرکت کنید با شماره تلفن 202-692-4360 و همطور در فضای مجازی و فیسبوک با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی. سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم در فیسبوک و در تمام راه‌هایی که همیشه اعلام می‌کنم، در اسکایپ، در توییتر و همطور ایمیل و تلفن. ما منتظر شما هستیم، نظر شما، پیشنهاد شما، انتقاد شما رو بشنویم و پاسخگو باشیم. من مهشید ندیری هستم و موضوع برنامه امشب روی خط تریبون آزاد روی خط، فرصتی برای اینکه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح بکنید و درباره این برنامه صحبت بکنید. اجازه بدید با کاربران فیسبوک شروع بکنیم، ببینیم چه نظرات و پیشنهاداتی دارن. مرسی مهشید. همینطور که میدونید صفحه فیسبوک ما همیشه شما میتونید توش پیغام بذارید. به غیر از اون ما یه بخش ویژه داریم به عنوان نظرات، پیشنهادات و انتقادات که میتونید هر وقت خواستید در موردش صحبت کنید. حتی اگر به موضوع روز هم ربطی نداره شما میتونید اونجا برام پیغام بذارید، ما اونجا رو میبینیم. حتی در آخر هر ماه که تریبون آزاد داریم نظرات شما رو، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو حتما میبینیم و میخونیم و تا اونجایی که بتونیم بهش عمل میکنیم. من چند تا نظر از همون صفحه بخونم. برامون مهدی نوشته پیشنهاد میکنه که قوانین مربوط به قانون اساسی و قوانین جزایی رو بیشتر برای مردم باز کنیم تا اشکالات این قوانین مبتنی بر اسلام بیشتر مشخص بشه. و علی هم گفته در مورد حقوق معلمان بیشتر نظر بذاریم و برنامه داشته باشیم. و مشتبه خواسته که در مورد مهاجرت صحبت کنیم. مشهد، مهاجرت یکی از موضوعی بود که خیلی ها بهش پرداخته بودن و همیشه حتی توی مسیجایی که برای ما میذارن بهش میپردازن که در مورد کسایی که میخوان مهاجرت کنن به صورت پناهندگی، به غیر از پناهندگی، در کشورهایی که هستن، شرایط کشورهای مختلف و اینکه اصلا این کار خوبه یا این کار بده. ما در موردش برنامه داشته باشیم، کارشناس بیاریم که فکر میکنم ما بهش بارها پرداختیم ولی باز هم در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. خب ممنون رویا. اما از طریق اسکایپ الان فرزاد روی خط هست. فرزاد، نظر شما رو میشنویم در مورد برنامه‌های یک ماه گذشته روی خط، اگه دنبال کردی و اگر نه که به طور کلی اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داری. خواهش میکنم. درود بر شما. ممنون. شب روزتون بخیر و خسته نباشین. من در رابطه با برنامه‌های این هفتهتون دو تا انتقاد دارم. یک برنامه در رابطه با مصر بوده، یک برنامه در رابطه با معلولین بوده که متاسفانه من سعی کردم در این برنامه بیام و اومدم روی خط، ولی خب به خاطر اینکه وقتی نشد و چرا وقت هم نشد، یه انتقادم از اون دارم. اگر اجازه بدید من خیلی سریع صحبتامو انجام میدم. حتما فرزاد، خواهش میکنم در مورد شما و هر کس دیگه ای انتقادی رو که مطرح میکنین، اگه پیشنهادی دربارش دارین و فکر میکنید اگه ما این کار بکنیم بهتر میشه، اون رو هم حتما بگید که ببینیم شما چی فکر میکنید و بهتره چه کاری انجام بشه از نظر شما. بله حتما اعلام میکنم. حتما. ببینید در رابطه با مسئله‌ای که در رابطه موضوعی که درباره مصر شما صحبت می‌کردید، متاسفانه هیچ کس نیومد اون روز روی خط که در رابطه با اقلیت‌های مذهبی که در مصر هستن الان، مثل بهائی‌ها که الان حکم صادر شده که وزیر آموزش پرورش حکم داده که بهائی‌ها حق تحصیل ندارن در مصر و من این رو با سند دارم به شما میگم و سندش رو توی اسکایپ هم گذاشتم، شما میتونید الان برید ببینید که آقای وزیر آموزش پرورش که ابراهیم
قانم بود با روزنامه السبان دو هفته پیش مصاحبه کرده و دقیقاً اعلام کرده که بهایی ها به هیچ عنوان حق تدریس و حق ادامه تحصیل را در دانشگاه های عالیه و حتی ندارن که بخوان به این شکل پیش برن. خب این یه نکته خیلی مهمی بود که هیچ کس نیومد این را بگه، ولی متاسفانه در اون شبی که این برنامه انجام میشد خیلی ها میومدن رو خط در رابطه با موضوع برنامه اصلا صحبت نمی کردن و شما هم سعی میکردید اونها رو متقاعد بکنید که در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنه. همینطوری که من حساب میکردم تایم رو میدیدم نزدیک به 3-4 دقیقه تایم همینطور میرفت که شما اونها رو میخواستید متقاعد کنید، اونها متقاعد نمیشدن و حرف خودشون رو ادامه میدن. این بزرگترین ایراد این برنامه است. شما به نظر من این افراد را قطع کنید و بعد اگر قرار متقاعد چه جوری قطع کنیم فرزاد؟ ما پیش از این اتفاقا یکی از مسائلیه که مطرح هست در برنامه، اینکه کسی که تماس میگیره و صحبتش رو شروع میکنه و شما، یعنی منی که اینجا نشستم متوجه میشم داره خارج از موضوع صحبت میکنه، وقتی که قطعش میکنیم بعد همون شخص شروع میکنه مجددا تماس گرفتن، اولش مرتبط صحبت میکنه بعد بحث رو منحرف میکنه. یعنی یه مقداری واقعا اینکه چطوری این کار انجام بشه، بعضیا رو حتی من شخصا صداش رو میشناسم متوجه میشم که میخواد چه صحبتی بکنه، اما اینکه پیش از اینکه حرفش رو بزنه من قطع بکنم صداش رو، یه مقدار اینها مشکلاتی ایجاد میکنه که البته کاملا حق با شماست، حق وقت مخاطبای برنامه. من فکر میکنم که اینطوری بهش احترام گذاشته نمیشه، برای همین داریم روش کار میکنیم که بتونیم پیش از برنامه شاید این افراد رو کمتر بذاریم بیان روی خط صحبت بکنن، کسی که متوجه میشیم نمیخواد در مورد موضوع برنامه صحبت کنه. من اگر اجازه بدید کمکتون میکنم که چجوری اینها رو قطع بکنید. با یک عذرخواهی که ازشون میکنید که همیشه هم این انجام میدید، این عذرخواهی را که واقعا این سند هستش و ما میبینیم، میتونید این را اینها را قطع بکنید. چون که و بعد از اینکه قطع کردید شما میتونید براشون توضیح بدید که این مردم در واقع اینجا تصمیم میگیرن که کار شما درست بوده یا درست نبوده. در واقع اون شخصی که روی خط هستش و میخواد برنامه شما رو ببره به سمت انحراف، اون نمیتونه درباره برنامه شما تصمیم بگیره. مردم شاهد هستن و تصمیم میگن و میگن احسن کار درستی ایشون کردن و مجری برنامه چقدر کار واقعا درست و اساسی انجام دادن. یه نکته دیگه در رابطه با معلولین بود. بله. که در برنامه معلولین هم متاسفانه هیچ کس نیومد از قوانینی که در واقع به ثبت رسیده برای معلولین در ایران بیان صحبت بکنن. و این رو باز دوباره من این رو هم گذاشتم توی اسکایپ، شما میتونید به این قوانینی که وجود داره برای معلولین میتونید مراجعه بکنید و خیلی خیلی مهمه برای معلولین که واقعا بدونن حق و حقوقشون توی اون مملکتی که دارن زندگی میکنن چیه و باید به چه شکلی از حقوقشون دفاع بشه. ولی خب باز هم متاسفانه یه سری ها اومدن که باز این به این شکل، خیلی جالبه، از کلمه اختشاش توی ایران استفاده میکنن برای مردم بیگناه و فکر میکنم الان اینجا لازمه که ما هم از این کلمه استفاده کنیم برای کسانی که میان برنامه شما را منحرف میکنن در واقع. و خواهش میکنم که یک کمی با قاطعیت با اینها برخورد بکنین و مردم اینجا قضاوت میکنن در رابطه با قاطعیت بودن برخورد قاطع شما با این افراد. این فقط مشکلاتی بود که من داشتم. بسیار خوب. ممنونم فرزاد که برنامه ها رو دنبال میکنی و گاهن در برنامه هم شرکت میکنی. باز هم امیدوارم نظراتتو رو در برنامه بشنویم. قبل از اینکه درباره نظر فرزاد از دیگران بپرسیم باز یه سری به فیسبوک بزنیم. در ادامه صحبت های فرزاد در مورد بهایی ها در مورد مذاهب خیلی خواستن که ما در موردش برنامه داشته باشیم، مسیحا و دیگر ادیانی که در ایران مشکل دارن و باهاشون براشون سختگیری میشه، و همینطور خواستن که در مورد بچه‌هایی که در آتش سوختن هم گزارش داشته باشیم، در موردش برنامه بسازیم، و گفتن در مورد امنیت مدارس با اینکه ما دو روز گذشته اینو برنامه رو داشتیم باز هم گفتن بذاریم این بچه‌ها به دست فراموشی سپرده نشن. همینطور خواستن در مورد خانواده زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی ما پکیج گزارش داشته باشیم و برنامه بسازیم، و همینطور اشاره کردن به مادر ستار بهشتی که چند روز پیش کتک خورده و گفتن در
در مورد اینکه خانواده این آدمایی که از دست میرن تحت فشار هست برنامه داشته باشیم. علی گفته در مورد حقوق معلما بیشتر حرف بزنیم و مشابه خواسته که در مورد مهاجرت داشته باشیم برنامه و محمد گفته از وضعیت معیشتی کارمندان حرف بزنیم که در چه شرایطی دارن زندگی میکنن. ممنون رویا. اما شهروز و احمد رضا شما رو به خط هستید. شهروز از تهران. شهروز نظر خاصی داری درباره صحبت هایی که الان فرزاد داشت و میگفت که کسانی که خارج از برنامه صحبت میکنن باید خیلی سریع و قاطعانه صداشون قطع بشه و وقت برنامه از این طریق گرفته نشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خواهش میکنم بفرمایید. من با صحبت ایشون کاملا موافقم. شما توجه کنید ما در ایران که نمیتونیم حرفمون آزاد بزنیم. الان وقتی که شما اون برنامه رو اونجا تهیه کردید و زحمت میکشید، این دیگه حق ماه که بیم حرفمون رو بزنیم. اگر قرار باشه افرادی که با این نظام جیره خور این نظام هم بیان اونجا اون ختم به چالش بکشونن، پس این وسط سهم ما چی میشه؟ تو ایران که حق صحبت کردن نداریم روی شبکه روی چیزی، پس اونجا هم طبیعتا این حق اونا نیست، اون حق ماه که بیان و مؤدبانه نظر اونو بگیم. و خواهشن شما رو این گونه افراد همون ابتدا به ساکن که حس میکنید دارن قضیه رو به بیراهه میکشونن و طرفداری میکنن از این رژیم، خواهشن اون صحبت رو همون لحظه مذرد کنیم احتیاجی نیست قطع کنید. خب شهروز من اینجا اگه اجازه بدی یه توضیح خیلی کوتاه بدم. ما در مورد اینکه حالا نظری مطرح بشه، حالا این جمله که شما به کار بردی از اونا طرفداری میکنن، من فکر نمیکنم مسئله اونجا باشه. اگر کسی حتی فکر میکنه که کاری که داره اتفاق میفته در ایران، مسائلی که داره پیش میاد، فکر میکنن درسته و میخوان ازش طرفداری بکنن، میتونن این کارو بکنن، نظرشونه، میتونن مطرح بکنن. ولی صحبت بر سر اینه که بعضیا بحث رو منحرف میکنن و یا اینکه به اصطلاح کشش میدن یا میخوان مثلا سلام و احوال پرسی بکنن یا کارهای از این دست که وقت برنامه گرفته بشه نظرات مختلف مطرح نشه. در مورد اینکه یه کسی حالا میخواد به زعم شما شاید میخواد طرفداری بکنه از رژیم، میتونه بیاد حرفش رو بزنه. ما میخوایم همه نظرات در این برنامه مطرح بشه. اتفاقا اینجوری ما فکر میکنیم بهتره که با همدیگه صحبت بشه، نظرات موافق و مخالف مطرح بشه که مشخص بشه، همونجور که فرزاد میگفت مردم خودشون تصمیم بگیرن که کدوم نظر درسته یا درست نیست. ولی در مورد وقت تلف کردن اون چیزیه که فرزاد و حالا اینجوری هم که شما میگین موافقید که خیلی سریع قطع بشه کسانی که این کار رو میکنن. خب اگر اینطور باشه راه دومی داره، اون هم اینه که حداقل نیم ساعت به برنامه‌تون اضافه کنید. بله اونو خیلی اتفاق خیلی بعیده که اون اتفاق بیفته، نیم ساعت به برنامه‌مون اضافه بشه. ولی ما حتما در این زمینه تصمیماتی میگیریم و سعی میکنیم بیشتر کنترل بکنیم برنامه رو که وقت برنامه اینجوری هدر نره. بله حالا بگو شهروز اگه مسئله دیگه. بله یه انتقادی هم داشتم از برنامه‌تون. حتما. بله بگو. بله بله بگو. به نظر من موضوع برنامه‌تون در بعضی موارد ضعیفه، در بعضی موارد اون جذابیت رو نداره، به نظر من در بعضی موارد ضعیفه و فردیه. اصلی ها رو تقریبا بعضی مواقع میذارید کنار، به مسائل حاشیه‌ای میپردازید. ضمن اینکه قرار بود شما در اون برنامه‌تون چند تا پرسش مطرح کنید. یکی اینکه برنامه اقتصاد بدید که ما از ایران بیایم رو خط از خامنه‌ای سوالایی بکنیم که در اینجا امکانش نیست. برنامه بذارید که نظرسنجی کنید آیا مردم ایران رو جمهوری اسلامی موافقن مخالفن. این گونه برنامه رو بذارید، این زوایای مسئله ما خیلی روشن میشه که کی داره به ما حکومت میکنه و ما نظرمون چیه، آیا موافقیم با این حکومت، مخالفیم. این کارو که ما تو ایران نمیتونیم بکنیم، ولی از شما این انتظار رو داریم که این نظرسنجی رو در برنامه‌هاتون و اگه همچین چیزی شبیه اینو در برنامه‌هاتون بذارید که ما بتونیم نظرمون رو بگیم. بسیار
باشه، من اینها رو همکارانم دارن یادداشت میکنن، پیشنهادات و نظراتی که مطرح میشه و حتما در جلساتمون مطرح میکنیم و امیدوارم بتونیم دربارش برنامه هم بسازیم. ممنونم شهرروز. ببینیم که محمد رضا از آمریکا چی فکر میکنه درباره برنامه روی خط و پیشنهادات و انتقاداتی که تا حالا از برنامه شد. بله بفرمایید. سلام خانم، انشالله زنده باشید همه شما. برنامه شما فوق‌العاده است، برنامه آقای دهخان واقعا خوبه، ولی برنامه آقای کامبیز حسینی چطور شد؟ خب فکر کنم همه میدونیم که برنامه دیگه پخش نمیشه، ولی دلایلش رو اینها رو اگه اجازه بدین ما الان در برنامه مطرح نکنیم و برنامه امشب در مورد برنامه روی خط هست. ما البته صحبت میکنیم، میتونیم با مدیریت صحبت بکنیم که حتما درباره اون برنامه هم برنامه داشته باشیم که پاسخهای شما رو بدن. من نمیتونم این کار بکنم، باید یکی از مسئولین بیاد اینجا بشینه و به این سوالا جواب بده و سعی میکنیم حتما این برنامه رو داشته باشیم برای کسانی که سوالی مثل سوال شما دارن. مورد دیگه ای هم هست آقای محمد رضا؟ فکر میکنم ارتباطمون نمیدونم قطع شد یا رو خط هستن. بله، اهورا برای من نوشته که باید به مشکلات جوانهای ایرانی داخل ایران بپردازیم و همطور خواسته در مورد تقویم مایا که گفته 20 دسامبر دنیا تموم میشه ما یه برنامه داشته باشیم که حتما خواهیم داشت. و همینطور برای من کاربری هم از ما انتقاد کرده، گفته که به جای این همه در مورد اقلیت‌های مذهبی صحبت میکنید، کمی هم در مورد مسلمانان سنی، فکر کنم در مورد همه مردم ایران میشه، در مورد اونها صحبت کنید و حقیقت رو عنوان کنید. و اینکه همطور امین هم موافقت کرده با کسایی که روی تلفن ما اومدن و گفتن باید همه کسایی که صحبت مناسب ندارن و یا در راستای بحث روز ما صحبت نمی کنن قطع کنیم و اگر بحث منحرف میکنن باید حتما قطع بشن. و سیروان هم خواسته که یک برنامه در مورد قومیت‌ها در ایران داشته باشیم، فرهنگشون، موقعیت جغرافیشون، جمعیتشون، درآمدهاشون، فعالیت اونها در ایران و خارج، و گفته که اگر بتونیم از افراد سرشناس این قومیت‌ها هم مهمان داشته باشیم به برنامه ما بیشتر افزون میشه. و همینطور سیما هم خواسته در مورد ساخت بی‌رویه دانشگاه آزاد در ایران صحبت کنیم و اینکه دانشگاهی که ساخته میشه بدون امکانات هستن، که اصلا چرا این دانشگاه ساخته میشن و هدف از افزایش دانشگاه آزاد در ایران چی هستش. ممنون رویا. اما محسن و منوچهر نظرات شما رو میشنویم. محسن از کرمانشاه تماس گرفته. محسن شما چه پیشنهاد و انتقاد و نظری داری در مورد برنامه روی خط؟ سلام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از برنامه روی خط که موضوعات متنوعی رو مورد بحث قرار میده و انتقادهایی هم که از برنامه میشه به نظر من به معنی بد بودن برنامه نیست و چون ذهنها و نظرات متفاوته. دوستان مواردی رو مطرح کردن، من یک برنامه در رابطه با فوتبال رو میخواستم مطرح کنم و مردم ایران طرفدار فوتبال هستن، فوتبال رو دوست دارن، تیم ملی فوتبال نتونست که رضایت مردم رو تو اون روزا جلب کنه و صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی رو اگه مورد بحث قرار بدیم به نظر من موضوع خوبی هستش و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بسیار خوب، ممنون محسن. حتما این کار میکنیم، ما سعی میکنیم برنامه های ورزشی هم داشته باشیم و همینطور که گفتی به ویژه فوتبال خیلی طرفدار داره و امیدوارم که بتونیم در هفته های آینده حتما یه برنامه در این ارتباط داشته باشیم. اما منوچهر از طریق اسکایپ تماس گرفته، نظر شما رو میشنویم. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. الان دغدغه‌ای که فعلا تو ایران خیلی صحبتش هست موضوع انتخاباته و اینا دارن از کلیه سیاست‌ها و کلک‌هاشون استفاده میکنن که باز ملت رو بکشونن پای صندوق‌های رأی. اگر امکان داره یه برنامه جامعی بذاریم و واقعا اون اندکی هم که باور میکنن رئیس جمهور بعدی که بیاد شاید فرجی بشه
ملت واقعا روشن بشن و بیان حرفاشون رو بزنن و یه جورای انتخابات رو تحریم کنن، کلن کسی نره رای بده، حالا اینا هر چقدر میخوان کلک بزنن یا هر بازی سیاسی در بیارن. بله، پس در مورد انتخابات میخواییم برنامه بزنیم. ما البته فهم کنم دیروز بود روی برنامه‌مون، دیروز یا پیروز برنامه‌مون در مورد انتخابات بود و قانون انتخابات ریاست جمهوری که داره تغییر میکنه، اما حتما هرچه نزدیکتر بشیم به زمان انتخابات برنامه های انتخاباتیمون هم قاعدتا بیشتر خواهد شد. ممنونم، منوشهر از تماس. محسود میشه که اگر امکانش هست از استانهای مختلف از شهرستان ها ما برنامه بیشتر داشته باشیم، مخصوصا از سیستان و بلوچستان، که بگیم در چه وضعیتی هستن و فقرشون تا چه حد هستش. و نوید هم نوشته که درباره شفافیت سازی رسانه ها و پرهیز از سانسور خبری و امانت دار بودن و همچنین پرمحتوا بودن صحبت کنیم، که این شامل همه رسانه ها میشه، حتی رسانه های خارجی، و گفته که حتی میتونه به برنامه ما هم برگرده این اتفاق. و بیشترین درخواستی که مشکل داشتیم در مورد گسترش طلاق بوده، روند طلاق در دادگاه‌های ایران بوده که تا چه مرحله هستش، در مورد پرونده‌های قضایی و روند پیشبرد اونها و حتی زیرمیزی در قوه قضایی که چقدر بیداد میکنه، اینها خواستم بهش پوشش بدیم. و اینکه گفتن که من چون باشون چت میکردم نوشتم برنامه دیروز ما در مورد زیرمیزی و رشوه بود، گفتن نه خاص در مورد قوه قضایی که آدما چجوری با پول پرونده ها رو عقب میندازن در مورد این بیشتر صحبت کنیم. و خدا هم گفته اگه میشه در مورد پناهندگان ترکیه که با وجود گرونی دلار و نبود بیمه و ممنوع بودن کار و گرونی های شدید ترکیه، باز هم سازمان ملل تاریخ های طولانی بهشون میده و اصلا براش مهم نیست که آیا کسانی که پناه آوردن واقعا نیاز به کمک دارن و نباید 2 تا 3 سال در نوبت های طولانی بمونن برای اینکه کشورشون انتخاب بشه. هدا پرسه آخه پناهنده ها پول از کجا بیارن که بتونن پس از مخارج زندگی در ترکیه بر بیان، و گفته که لطفا اینو بررسی کنید که ببینید چه بلایی داره سر پناهندگان میاد. ممنون رویا. اما برمیگردیم با ادامه نظرات شما درباره برنامه روی خط تا چند لحظه دیگه. تریبون آزاد روی خط موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خط. درباره برنامه روی خط صحبت میکنیم، موضوعاتی که در این برنامه مطرح شده و انتقادات و پیشنهادات شما. داریوش و امیر نظر شما رو میشنویم. داریوش از شیراز تماس گرفته، بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. با توجه به اینکه الان چیز آزاد هست، من میخواستم مطلبی عرض کنم. الان همه سردمداران رسانه ها دنبال حرف و الفاظ هستند. شما در واقع در راستای عملگرای واقعی چه قدمی برای انسان ها برداشته اید؟ یعنی الان مملکت ها از جمله مملکت ما 1001 مشکل دارن. مدت هاست من میبینم شما به یک گروه چند صد نفری، حالا فوقش اصلا چند هزار نفری، همون بحث بهاییت، چه خط برنامه برای اینا میذارید؟ آیا برای عموم مردم که فقط زنده هستن و زندگی نمی کنن چه کار کرده اید؟ و من متاسف هستم که
تمام سردمداران رسانه ها این شکلی هستن. داریوش این بخشی از کار رسانه هاست. داریوش این بخشی از کار رسانه هاست. رسانه ها اطلاع رسانی میکنن، خبر رسانی میکنن و حرف میزنن. اصلا ابزار کار رسانه نوشتاریش، نوشتن کلمه است که مینویسن. رسانه های شنیداری و تصویری هم این که با تصویر و حرف زدن و اینها کارشون اصلا همینه. یعنی اینکه کاری برای مردم انجام دادن از اون نظر که شما میگید شاید بر میگرده به کار دولت‌ها، حکومت‌ها که باید عملاً کاری انجام بدن در ارتباط با مسائلی که مطرح میشه در رسانه‌ها. اینجوری فکر نمی‌کنی؟ خب مخاطب خانم، بس این است که الان عامه مردم، عموم مردم، اکثریت مردم باید در نظر بگیریم و رسانه واقعاً مسئولیت داره برای رشد و هدایت افراد. البته اینجا گفتم تمام شبکه ها، حالا یک شبکه مثل شبکه سلام، شبکه اهل بیت، شبکه امام حسین، اینها الحمدلله دارن واقعا مخ اسلام، مخ انسانیت به مردم یاد میدن. اما من نمیدونم واقعا، من متاسف هستم واقعا از رسانه های دیگه. در هر حال امیدواریم که فرج حاصل بشه که همه به فکر عمل باشن تا حرف. خداحافظ شما. ممنون داریوش. نظر گفتم امیر رو میشنویم. بله، امیر از سوئد. سلام و شما مشید و همه همکارانتون و خسته نباشید. من ضمن تایید هموطن گرامیم فرزاد از تهران، ضمن تایید همه نکاتی که ایشون یادآور شدن. فرزاد البته در تهران نیست امیر، ما چون که فرزاد از طریق اسکایپ با ما تماس میگیره، البته ممکنم تهران باشه ولی نمیدونم دقیقا کجا هست. بله بفرمایید. میگم حالا در هر حال من ضمن تایید نظراتی ایشون، حالا از تهران هستن یا از خارج، میخوام که اونا رو تکرار نکنم. من فکر میکنم که با توجه به نقاط ضعف و قوتی که برنامه روی خط داره، به بزرگترین نقطه ضعفش من اشاره میکنم که یکی از کسانی بودم که دائما با این رسانه در تماس بودم. بزرگترین نقطه ضعف اینه که بخشی از نیروهای حرفه‌ای خود رژیم حاکم میان و از طریق تلفن و از طریق های دیگر این برنامه رو، مدت زمانش رو در اختیار خودشون میگیرن و در واقع یک نوع سانسور حکومتی رو در این برنامه پیش گرفتن و من امیدوارم که مجریان این برنامه این رو به دقت دریافته باشن و جلو این سانسور کردن و این تهاجم به اصطلاح سایبری رژیم رو بگیرن. این یک مسئله است. مسئله دوم این که روی مسئله اساسی که در رابطه با مردم ایران هست و مردم ایران سالیان دارن برای اون تلاش میکنن، کمتر ما وارد بحث شدیم در این رسانه گروهی و اون اینه که در ایران چگونه نظام سیاسی دموکراسی برقرار میشه، واقعا موانع دموکراسی در ایران چه چیزی هست، در فرهنگ ایران، در روابط اجتماعی ایران، در نوع نگرش دینی مردم ایران، این موانع استقرار نظام سیاسی دموکراتیک که مردم ایران از انقلاب مشروطه تا حالا به دنبالش هستن، این موانع واقعا چه در چه بسترهایی است. اگر در این بحث، در این بحث ها از صاحب نظران و این رو به بحث بذاریم و به ریشه ها بپردازیم، به نظر من یک کمکیه به افکار عمومی و به رشد افکار عمومی در رابطه با این مسئله. و یک چیزی رو که من میخوام باز پیشنهاد کنم اینه که بازسازی رابطه آمریکا با ایران که یکی از دغدغه‌های دیپلماتیک فعلا روی میز هست، این رابطه آمریکا با ایران، شما با وقتی که میگی با ایران، ببین دولت آمریکا یک دولت دموکراتیکه، در آمریکا انتخابات برگزار میشه، در صورتی که در ایران به خاطر اینکه دیکتاتوری هست همش انتصابات برگزار میشه نه انتخابات. در آمریکا مطبوعات آزاده، در آمریکا به اصطلاح احزاب آزاده، افراد میتونن به راحتی به رئیس جمهور انتقاد کنن، رئیس جمهور رو به اصطلاح به طنز بگیرن و هیچ مجازاتی هم شامل حال اون نشه، در صورتی که در ایران به یک کوچکترین حرفی که به تریش قبای یک امام جمعه یک شهرستان بخوره اونجا مواجه میشن با اعدام و با زندان و با اخراج از شغل و با بدبختی و با هزار دردسر دیگه. پس بنابراین من فکر میکنم که اگر رابطه مردم ایران و آمریکا از طریق دولت‌های دموکراتیک، از طریق دولت‌های منتخب مردم به بحث بیشتری گذاشته بشه و زمان بیشتری رو به این بحث اختصاص بدید، به نظر من
مردم ایران و اون گرایش های سیاسی که در ایران و در خارج از ایران هستن اینا استقبال بیشتری خواهند کرد تا اینکه ما بریم یک موزل مثلا طبیعی رو مثلا زلزله در ایران یا نمیدونم کمبود برق یا نمیدونم مسئله مشکل نمیدونم یک بخش کارگری رو اونا همه این مشکلات جامعه ما امروز به تجربه ثابت شده که از نبود دموکراسیه از نبود نظام سیاسی امیر حتما این پیشنهاد شما رو در برنامه مطرح میکنیم در جلسات برنامه و دربارش برنامه هم خواهیم گذاشت امیدوارم بتونیم این کارو بکنیم فقط توجه شما رو به این نکته هم جلب میکنم که ما در ماه حداقل فکر میکنم 20 تا برنامه داریم و 20 تا برنامه رو خب طبیعتاً نمیشه به فقط همین موضوع اختصاص داد هرچند که این موضوع بسیار گسترده است همونجور که شما هم اشاره کردید ما به موضوعات دیگه هم میپردازیم و این پیشنهاد شما و پیشنهادات دیگه ای رو هم که مطرح میشه سعی میکنیم حتما دربارش برنامه داشته باشیم ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید و برنامه روی خط رو دنبال میکنید مشید یه خورده از خودمون دفاع کنیم به نظر من در مورد تلفن ها بگم اول که خب ما متاسفانه خیلی از آدم هایی که بهمون زنگ میزنن خب اجازه باید بهشون بدیم که در مورد هر چیزی که میخوان در مورد موضوع رو صحبت کنن و تا موقعی که خلاف مقررات ما چیزی نگه ما نمیتونیم قطعشون کنیم مشید چندین بار این کارو کرده که متاسفانه میبینید نفر بعدی میاد که احتمالاً از همون گروه هستش میاد و مهشید رو زیر سوال میبره یا همینطور من که این کارو انجام میدم ولی خب به هر حال خیلی از تلفن‌ها رو نمیشه کنترل کرد و روی خط میاد اما در مورد اسکایپ خیلی از کسایی که توی برنامه برام می‌نویسن که با اسکایپ می‌خوام بیام و نمیتونن من توی برنامه هستم نمیتونم اسکایپ رو بگیرم قبلش باید هماهنگ کنید یه حداقل 20 دقیقه نیم ساعت قبل از برنامه و اما در مورد فیسبوک ما هر شب استاتوسمون رو می‌ذاریم در هم توی صفحه‌مون هم توی پروفایلمون و نظرات مختلفی می‌گیریم اما مشکل بزرگی که در صفحه فیسبوک داریم اینه که کاربرامون خب زیاد هستن بیش از 25000 نفر ما کاربر داریم و این کاربرها وقتی که میان و پیغام میذارن خیلی هاشون بحث و منحرف میکنن و دیگران هم پیرو و همون بحث و اصلا بهش به استاتوس ما و به موضوع برنامه ما هیچ ربطی پیدا نمیکنه نظرشون و این مشکلاتی هستش که ما در صفحه فیسبوک در اسکایپ همینطور در تلفن ها داریم اگر و تمام کارها رو میخوایم انجام بدیم که به یک موضوع کامل برسیم به جنبندی خوبی برسیم اما خب خیلی هاشون در دست ما نیست ممنون رویا مهران و سعید نظرات شما رو میشنویم مهران از اصفهان شما نظر پیشنهاد یا انتقادی اگه داری ما میشنویم مهران از اصفهان سلام و درود بر شما ممنون درود بر دستان ایزاد به شما و دستان در کاران برنامه روی خط خواهش میکنم بفرمایید برنامه‌ای که به همت ایرانیانی که جرایی وطن کردن تهیه و پخش میشه و زحمات بسیار روی اون چن میره من سپاسگزار هستم برنامه شما برنامه ای هستش که دموکراسی و آزادی رو به مردم ایران نشون میده و این تمرین دموکراسی هست که هر کس هر نظری داره میتونه بیاد نظر مخالف یا موافق بیاد اعلام کنه و بگه یکی از مطلبایی که خطا میخواستم عرض بکنم اگر امکان داره برنامه بذاری برای کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن در دادگاه‌های ایران فکر میکنم برنامه جالب و خوبی از خواهد در بیاد یه مطلب دیگه خطا میخواستم عرض کنم یه پیامی داشتم برای خانم کلینتون خانم کلینتون در سال 2011 در آگوست حدود آگوست 2011 برنامه داشتن که گفتن تمام ایرانیان در سراسر جهان هر سوالی دارن میتونن ازشون بپرسن و فکر میکنم یه برنامه با وی وای و یه برنامه با بی بی سی فارسی ایشون داشتن درسته ایشون توی اون برنامه اعلام کردن که ما از مردم ایران حمایت میکنیم از حقوق آنها دفاع میکنیم و سعی میکنیم تحریم ها جوری انجام بدیم که ضرری و لطمه مردم ایران وارد نشه ولی این میخواستم خدمتتون بگم که این تحریم ها باعث شده که پوست مردم ایران قدرتی چنده بشه و مردم ها به حدی تحت فشار گذاشته که قدرت و اراده و تصمیم و تصمیم گیری و مقابله اونا با دولت از دست رفته و اگر قرار بود بهار ایرانی در ایران داشته باشیم متاسفانه یا این قدرت از بین رفته یا به شدت تحلیل رفته مطلب دیگه که مصافحات میگم در مورد انتخابات گذشته بود که مردم به خیابون ریختن و در ظاهر از آقای میرحسین موسوی دفاع کردن ولی
همین حضور پرشور مردم باعث شد که متقلبان بتونن از این حضور سو استفاده کنن و اون کشتی رو که انتصاب شده بود به ریاست جمهوری برسونن. و مطلبی که میخواستم بگم اینه که فراموش نکنید که آقای میرحسین موسوی و آقای خامنه ای با هم نوه دایی و نوه عمه هستن، پس گول نخورید و به طور کل انتخابات برجه رو تحریم کنید. ممنونم. خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. مهران. مرسی. و مریم از بله از تهران. مریم هم. الو. بله. درود بر همه مجریان این برنامه. خانم نجیبه، من خیلی خیلی از برنامه‌تون واقعا راضی هستم. خیلی خوشم میاد. چون که واقعا شما بدون طرف و متنوع دارین برنامه رو اجرا میکنین و وقتم میدین که مردم دلخوره و استرس نداشته باشن. در ضمن یه پیامم برای مردم ایران دارم که فردا و پس فردا رو برای زندانی سیاسی فراموش نکنم و شماش رو روشن بکنم. و در ضمن به یه پیامم برای آقای کارتر دارم. میخواستم سوال کنم آقای کارتر، شما چطور وجدان، اگر وجدان داری چطور میتونی شب راحت بخوابی؟ اینجور به سر مردم آوردی. ببین چی به سر مردم ایران آوردی. آیا واقعا وجدان داری؟ با اجازتون. خواهش میکنم. مریم از تهران. من فکر کنم همکارانم به من گفتن بودم من قرار بود با سعید صحبت کنم. سعید عذر میخوام، ما بر میگردیم بهت بعد از اینکه نظرات بچه های فیسبوک هم خونده بشه. حتما. عباس برامو نوشته که در مورد آزادی برنامه بسازیم و همطور علی گفته کاش یه برنامه در مورد سختی های کار و مشکلات پزشکان ایرانی میساختیم، همچنین از بیمهری هایی که مردم و همطور مسئولین به این قشر دارن بیشتر صحبت میکنیم. و محمد گفته اگر با موضوع بحثتون کارشناس میهمان حضوری هم داشته باشین خیلی خوبه، و گفته که خیلی خوبه در مورد موسیقی و موسیقی اجتماعی که بچهای داخل و خارج در اون کار میکنن و میسازن بیشتر برنامه بسازیم که مخاطبمون رو بیشتر داشته بیشتر کنیم. و حامد هم گفته که در مورد مسائل اجتماعی بیشتر برنامه داشته باشیم. البته حامد اشاره کرده که موضوعات ما کمتر سیاسی هستش و مسائل اجتماعی میتونه بیشتر مون به قول معروف بیننده برای ما میاره. پیمان هم خواسته در مورد پیشبینی‌های قوم مایا در خصوص پایان دنیا برنامه داشته باشیم. و البته کامبیز گفته تو برنامه مطرح کنید اصولا مشکل کشورهای مانند ایران چیست که دائما گرفتار دیکتاتوری میشوند و این پی در پی تکرار میشه. و مصطفی گفته موضوعات زیاد و چالش‌های زیادی هستش که باید بهش پرداخته بشه، ولی یکی از مهمترین اونها وضعیت استخدام‌ها در ایران که گفته خیلی خوبه به اون بپردازیم و خیلی خوبه که در آخر برنامه به یک جمع‌بندی و نظرسنجی کلی برسیم. ممنونم رویا. اما باز بر میگردیم در ادامه برنامه روی خط و نظرات شما. برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را میتوانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات W3A 7 درجه شرقی، فرکانس 10.721 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12، 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. ایجیا ست 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.04، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوروبرد 2، 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. بیننده تریبون آزاد روی خط هستید و سعید و خانم نیکو همراه ما هستن روی خط. سعید از طریق اسکایپ. سعید نظرت رو میشنویم، پیشنهاد، انتقاد، هر مطلبی داری بگو درباره برنامه. و خسته نباشید میگم. من برای یه مطلب کوچیکی به نظرم رسید خواستم خدمتتون بگم. اگر امکان داره یا خواهش میکنم یه برنامه در خصوص اینکه چرا مردم ایران این اواخر خیلی مهاجرت میکنن و از کشور ایران خارج میشن، به چه دلایلی هست که
وضعیتشون در کمپ ها و کشورهای مختلف جهان به چه صورت است. بعد تشکر کنم به خاطر برنامه خیلی خوبی که دارید. و یه مطلب دیگه این بود که اگر امکان داره کارشناسایی که شما میارید در برنامه‌هاتون مخاطبین هم بتونن، یعنی ماها که تماس میگیریم بتونیم با گفتگوی زنده داشته باشیم، بحث بکنیم و راجع به این موضوعاتی که شما مطرح میکنید گفتگوی زنده داشته باشیم. یعنی با کارشناس میخواین صحبت بکنید سعید؟ اگر امکان باشه که مثلا خب کارشناس شما یه نظراتی میگه، خب مردم هم نظراتشون محترمه، که این بتونه که واقعا ببینن این کارشناس گفته‌هاشون درست هست، نظرات مردم هم بیان بشه و یه بحث خیلی کوچیکی بشه که مردم بتونن بیشتر این مطالب رو درک بکنن. بسیار خوب، ممنونم سعید از پیشنهاداتت. خانم نیکو از تهران، نظر و پیشنهاد و انتقاد شما رو میشنویم. از ادب روی کار اومدن جمهوری اسلامی، دنیا با این دیدگاه برخورد کرده که اسلام اونیه که در ایران هستش. گروهی سنتی هستن و گروهی هم مورسی حرکت میکنن. گروهی هم هستن انقدر تنگ نظر هستن که دیدگاهشون مغرضانه است تا مخلصانه. ولی اگر ما اسلام رو از دیدگاه تنها خدا، یعنی کلام خدا بررسی کنیم، دست این نیرنگ بازان و این دکانداران دینی رو باز میکنیم که سالیان زیادی هستش هم در ایران هم در کشورهای دیگه دنیا دارن مردم رو به اسارت میکشن، به بردگی میکشن، تحت فشار قرار میدن و میگن این اسلام و شما اگر مسلمان هستی ملزم به اطاعت هستی، در صورتی که هیچ کدوم از کارهای این کشورها به خصوص ایران نه اسلامیه نه قرآنیه نه خدایی. اگر ما این کار جدی رو واقعا بررسی اسلام رو از دیدگاه قرآن، نه به دست خائنینی مثل خمینی و خامنه‌ای و ملا صدراها بخوایم نگاه بکنیم، از طریق تنها کتاب خدا میبینیم، کتاب خدا دین بخشش، دین مهربانی، دین عشق، دین دوستی و صلح. خداوند در سراسر قرآن از کلمه پیس استفاده میکنه. اگر اینها رو ما بررسی نکنیم، یعنی با همون شمشیری که جمهوری اسلامی داره میبره سر ملت به نام دین، ما باید با همون شمشیر به طرف خودشون بیستیم و بگیم این شمشیرها باید شکسته بشه، چون دین اسلام دین صلحه. اگه ما این کارا نکنیم، همیشه حداقل ملت ما دچار این مسئله دین خواهد بود، چه در گذشته چه حال چه آینده. سپاسگزار میشم در این رابطه اگر که بحث جدی داشته باشیم، فقط در مورد تنها قرآن و کلمات پرمهر خدا، نه دیدگاه های مغرضانه. سپاسگزار شدم از وقتی که به من دیده. خواهش میکنم، ممنون از تماس و پیشنهادتون. برامون محمد نوشته که یکی از موضوعاتی که الان خیلی مهمه بحث دارو هستش که بیشتر باید بپردازیم. و همینطور بابک گفته بهتر بود سوال اینجور مطرح شد که آیا ایران توسعه پیدا کرده یا نه. ما اصلا در مورد توسعه صحبت نکردیم بابک جان، و اینکه آیا مشکل بیکاری رو گفته باید بهش بپردازیم و زندگی کردن تو ایران آسونه یا نه، در مورد شرایط زندگی در ایران خواسته بیشتر صحبت کنیم. و محسن خواسته در مورد فشار و اختلاف طبقاتی در ایران گزارش داشته باشیم. و آرش خواسته در مورد زندگی زنان خانه‌دار در آمریکا ما برنامه داشته باشیم. و حسین خواسته در مورد تغییرات آب و هوایی و شرایط جوی دنیا برنامه داشته باشیم و صحبت کنیم. و کاربری دیگه هم نوشته در مورد فرهنگ ایرانی آیا فرهنگی که با مذهب به هم آمیخته شده، آیا ایران به خاطر مذهب گیر این حکومت افتاده، یا آیا ایران دو مرتبه به فرهنگ سابق خودش برمیگرده و به مذهب دیگران احترام میذاره، آیا ایرانیا از خواب گذشته بیدار میشوند، آیا مردم ایران به شخصیت افراد احترام میذارن و کسی به خاطر محدودیت یا ناقص بودن تحقیر نمیشه، آیا ایرانی ارزش خودش رو دوباره پیدا میکنه، و هزار تا سوال دیگه که میشه ما در موردش برنامه بذاریم. این کاربر خواسته بود در مورد این سوال ها ما برنامه داشته باشیم. و اسی هم گفته در مورد وضعیت آموزش پرورش بیشتر برنامه داشته باشیم و همچنین وضعیت معلمان ایرانی و مقایسه کنیم وضعیت و شرایط زندگی معلمان در ایران با کشورهای دیگه. و وحید گفته به مردم بیشتر وقت بدیم برای صحبت. خب کمال و افشین، نظرات شما رو میشنویم. از ما خواسته بودم بیشتر فرصت بدیم، ولی من میخوام خواهش کنم که خیلی کوتاه صحبت بکنید که فرصت به بقیه هم برسه. کمال از تهران، اول نظر، پیشنهاد و انتقاد شما رو میشنویم. درود بر شما خانم، تشکر میکنم از اینکه وقتی دارید برنامه رو شرکت کنم. یک سری از برنامه‌ای که اجرا می‌کنید واقعا خیلی جالبه.
چند روز پیش من بحثی بود در خصوص حادثه شیناوادی که یه تعدادی از دانش آموزان ایرانی زخمی شدن توی اون حادثه آتش سوزی. ولی من درخواست دارم ازتون، حالا درست نمیخوام اون حادثه رو خیلی کوچیک جلوه بدم و کوتاهی مسئولین رو بگم، تقریبا میشه گفت کوچیک جلوه بدم، ولی یه سری از مسائل الان داره در کنار خودتون رخ میده، مثل حادثه که امروز توی اینکه از مدارسی که در ایالت کانتیکت امریکا انجام شد و 27 دانش آموز توی یه تیراندازی کشته شدن. من دوست دارم به این موضوعات هم بپردازید و بیاد لاغل یه بحثی در این خصوص بذارید، مردم هم نظر بدن لاغل یه سری از مشکلاتی که حالا میشه مغرضانه است و این کمال فکر میکنی که موضوعاتی که مربوط به یه کشور دیگه میشه درباره مثلا موضوع یک ساعت یه برنامه بشه برای اینکه مثلا در مدارس آمریکا فرض کنید اتفاقاتی که میفته و ما از مردم بپرسیم شما دربارش چی فکر میکنید؟ فکر میکنید مثلا این برنامه اتفاقاتی که اینجا میفته، خب طبیعتاً رسانه های اینجا دنبال میکنن، اگه شما هم رسانه های اینجا رو دنبال بکنید میبینید که هر اتفاقی که میفته پوشش خیلی زیادی بهش میدن، دربارش حرف میزنن، کارشناسا و مسئولان میان صحبت میکنن، ولی اینکه یه برنامه بشه در برنامه ما که درباره ایران صحبت میکنیم، اون شاید خیلی منطقی به نظر نرسه که بخوایم اون چه که در مدارس آمریکا میگذره رو موضوع برنامه بکنیم. ولی مثلا در مورد انتخابات آمریکا که به نوعی به بقیه مردم دنیا هم مربوط میشد برنامه داشتیم دو روز پشت سر هم، و اگر اتفاقات دیگه ای هم بیفته مثلا در مورد جنبش وال استریت مثلا برنامه داشتیم و مسائلی از این دست که به نوعی مرتبط بشه. اما ممنونم از تماست، برای اینکه کوتاه نگه داریم بریم به بیننده دیگری. بله، افشین که از طریق اسکایپ با ما در ارتباط. افشین، شما نظر، پیشنهاد و انتقادی اگه داری بگو. صبح بخیر میگم از سیدنی استرالیا، چون الان ساعت حدودا 5:46 دقیقه است خانم نبیل. با تشکر از برنامه‌تون، حالا از بحث انتقادات که بگذاریم، من دوست داشتم یکی دو تا موضوع توی برنامه شما مطرح بشه. یه موضوعی هست که خب حالا خیلی ها تماس میگیرن در رابطه با این سیستم خبررسانی شما و این که مثلا کلن شبکه واها، چون من شبکه واها، حالا اگه بخوایم علاوه تاریخی به قضیه نگاه کنیم، من از زمانی که خیلی خیلی سن پایینی داشتم، یعنی جایی که حتی خیلی ها تعجب میکردن، میگفتن تو رو چه حسابی رادیوی امریکا رو گوش میدی؟ من رادیوی امریکا و صدای امریکا رو از بچگی باش تقریبا بزرگ شدم. اینه که خیلی یه تعصبات خاصی رو این رادیو دارم، رو این سیستمی که الان شما دارید دارم، ولی میخواستم این قضیه رو روشن کنید برای بیننده ها و شنونده هاتون، یعنی کلن مشخص بشه که سیستم شما از کجا بودجه میگیره، بودجه گیری این سیستم چجوریه، اگر البته برنامه شما در توانش هست که یه برنامه اختصاص بده و شفاف سازی کنه، در واقع بیاد شفاف سازی کنه که مورد اتهام قرار نگیره، چون بعضیا البته همین با جستجو کردن در اینترنت، یعنی وجود داره پرونده هاش و توضیحاتش وجود داره نوشته شده در مورد صدای آمریکا، اینکه بودجش از کجا میاد. صدای آمریکا فقط بخش فارسی نیست، بخش های دیگه هم داره، 70 سال داره فعالیت میکنه. همه این اطلاعاتی که شما میگی وجود داره، ولی حتما این نکته رو که میگی ما در جلسه مطرح میکنیم، از مدیران بخش فارسی صدای آمریکا میخوایم که حتما بیان در برنامه ما و به این جور سوالات هم پاسخ بدن. ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتی و برنامه ها رو دنبال میکنی، از اینکه بیننده برنامه های صدای آمریکا هم هستی و فرصت کوتاهی مونده. رویا باز به فیسبوک بیان در مورد کولبرها گفتن گزارش بسازید، در مورد کردستان و اینکه مشکلات زنان در ایران که آیا اونا نیاز به قیم دارن یا نه، منوط به همین خبری که جدیدن در ایران مطرح شده، و همطور شیده خواسته در مورد حجاب و اجباری بودن اون گزارش داشته باشیم. حسن هم گفته با توجه به نزدیک شدن انتخابات، برنامه در مورد مراحل انجام انتخابات در کشورهای دموکراتیک برای آشنایی مردم با انتخابات آزاد داشته باشیم. البته یک کاربر دیگه اومده در جوابش نوشته که نه، اصلا نباید اینو داشته باشیم و باید خبرهای انتخابات پوشش ندیم، و حقوق کارگران و وضعیت زندگی اونها هم موضوعی بوده که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. و محمد هم پرسیده
چرا اینقدر توی ایران ما جوان‌ها استرس داریم؟ در مورد استرس خاصه برنامه داشته باشیم. چرا ما که در یک کشور به قول همه اسلامی زندگی می‌کنیم، تمام شرایط و آرامش روحی که برای آینده ما وجود داره، این سوالی که پرسه گفته آیا برای ما آرامش روحی وجود داره در شرایط فعلی، گفته که وضع ایران اینجوریه با همه ادعاهایی که میشه، چرا ما هنوز استرس داریم؟ و بازنشستگی هم یکی از موضوعاتی بوده که کاربرا خواستن بهش بپردازیم. و مهدی هم نوشته توده ملت به لحاظ گذر وسیع دوران خفقان سیاسی و اجتماعی و گاهن فرهنگی جزء لاینفک تاریخ ایرانه، در یک سقوط اخلاقی و رفتاری بر کفه ترازوی جهانی افتادیم و این عدم تعادل در رویای روی با معیارهای بروز شدن جهانی باعث شکلگیری دوگانگی هویتی شدیم. در مورد هویت دوگانه ایرانیان خواسته ما برنامه داشته باشیم. ممنون رویا. علی و حسین، نظرات شما رو میشنویم. علی از ایران، انتقاد، نظر و پیشنهادی اگه داری بگو. عرض سلام دارم. عرض صدای بنده رو دارید؟ بله. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و خسته نباشید خدمتتون عرض میکنم. من یک گله‌مندی داشتم از برنامه شما که علی‌رغم تجربه خاصی که در طول این 20 چند ساله اخیر رادیو امریکا تونسته کسب بکنه، باز هم متاسفانه گول افراد ناباب در حقیقت جمهوری اسلامی رو میخوره و متاسفانه وقتش رو در حقیقت میگیره. از جمله افرادی که همین الان بحث قرآن رو مطرح کردن، بررسی قرآن رو مطرح کردن و یا موارد مشابه، از جمله مدرسه مدارس رو در امریکا مطرح کردن. چون اصلا بحث مسئله که الان ما داریم مطرح میکنیم اصلا در خصوص ایران ارتباطی به امریکا یا مسائل خاص امریکا نداره، و یا اگر در خصوص مسائل مذهب بخوایم بررسی و یا سرچی داشته باشیم، سرچ تحقیقاتی داشته باشیم، نویسندگان بسیار قوی در خود کشور هست که اگر خانوم ها و آقایون وقتی رو از خودشون قائل بشن که متاسفانه تایم مطالعاتی در کل کشور یه چیز حدود 1.5 تا 2 دقیقه است برای هر ایرانی، حداقل یک گوشی از کتاب های احمد کسروی رو بتونن بخونن، شاید چکگیری اصلا شیعه رو، مبنای شیعه رو، تشکیل شیعه رو و یا مسائل تاریخی که در کلن مذهب اسلام گذشته و به صورت بنیانهای فکری در درون ما شکل گرفته، اینها رو بتونن تشخیص بدن. ولی علی‌رغم اینها، حالا یا خواسته و یا ناخواسته، در چارچوب اون اهداف جمهوری اسلامی دارن آبیه که در حقیقت توی هدف اونها میریزن، آبیه که در حقیقت جوی اونها سرازیر میکنن. بله، در آب، در آسیابان ها. به برنامه شما تبریک عرض میکنم. یک نکته پایانی رو خیلی کوتاه بگو علی لطفاً. بله، کشور ما نیاز به حداقل 500 سال کار فرهنگی احتیاج داره. کشور ما کشوریه که هنوز توی مباحث اولیه گیره و دوران رنسانسی که در دهه 1910 امریکا تا 1940 امریکا این رنسانس رو داشت، ایران در این جزء رنسانس هنوز تعامل ها باید صورت بگیره تا افراد معنا و مفهوم آزادی رو متوجه بشن. ازتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. حسین از آمریکا، شما چی فکر میکنید؟ نظر، پیشنهاد و انتقادی اگه داری و اگه در مورد صحبت‌های علی هم نظری داری بگو. با درود به شما خانم ندیری و همکاران عزیزتون. در مورد اون آتش‌سوزی که در پیرامشهر اتفاق افتاد، اسم اون دختری رو که بیچاره در آتش سوخت، همش میگید سیران. سیران نیست، اولا سیرانه. شما توی برنامه هاتون کردم هستن، میتونید بپرسید ببینید اسمش چجوری تلفظ میشه، حداقل اسمش رو درست میگفتید که
شما کاملا درست میگی حسین. اتفاقا پیش از برنامه من پیش همکارم رفتم و پرسیدم، به من گفت سیران، ولی خب من در برنامه فکر کنم یه بار استفاده کردم و گفتم سیران، ولی بله شما درست میگی، خیلی جاها این رو اشتباه تلفظ میکنن. همونطوری که میدونی در آمریکا همین چیز هست. در مورد آتش‌سوزی مدرسه که اتفاق افتاد، یک مسئله برای مردم ایران روشن نشد و اون این که وقتی که ساختمانی رو در آمریکا می‌سازن، یک کدهای ایمنی رو داره که این کدها رو باید رعایت کنن، 100% رعایت. اگه رعایت نشه، اون اجازه باز شدن به اون ساختمان چه برای مدرسه آفیس، هر چی برای اداره باشه، اجازه نمیدن. مثلا الان هم در خود ایران تمام مدارس ایران رو اگه نگاه بکنید، من توی فیلمام میبینم، فیلمای ایرانی که میاد میبینم که پنجره همه آهنکشی شده. خب این اگه آتش سوزی بشه این در مدرسه دیگه در یک نقطه دیگه از این ایران، خب این بیچاره همه تو آتش میسوزن. آیا جان انسان ها برای جمهوری اسلامی محترمه یا مهمه، یا اینکه چهار تا میز و صندلی یا یک کامپیوتر رو یه دوز یه شب بیاد ببره؟ خب به جهنم بذار ببره، ولی جان بچه. این میگه که در آمریکا میان نمیدونم تیراندازی میکنن، آدما رو میکشن اینجا. خب اینجا اسلحه آزاده و ایمنی مدارس رو پلیس همه در چیز هست، ولی خب پیش میاد یک دیوانه از یک جای یک اسلحه رو میگیره، خب میبره حمله میکنه. خود شما در تلویزیون آمریکا من دیدم افرادی که حمله میکنن تو خیابون با چاقو حمله میکنن و کیف یارو از دست مردم میدوزن. خب پلیس در اون لحظه توی جیب اون بیچاره که مورد حمله قرار گرفته نیست که دفاع بکنه. و این یکی موضوع دیگه، این که خیلی توجه نمیکنید به بساط اون سیاسیایی که در زندان هستن، زندانیای سیاسی، مثلا یکی مثل کبودوند که بچه‌ش مبتلا به سرطان بود و چند تقریبا نزدیک 35 روز 40 روز ایشون در اعتصاب غذا بودن که اجازه بدن بچه‌شو ببینه. بچه‌ش سرطان داره میمیره و اجازه نمیدادن. در زندان‌های کردستان، در زندان‌های تبریز، در کل ایران، در به اصطلاح اطراف ایران، تنها زندان به اصطلاح اوین تهران نیست، در تمام شهرهای ایران زندانی هست که باید اونها هم فراموش نشن. اگر لطفی بفرمایید یک کمی بیشتر به اون زندانیایی هم که در اکناف کشور هستن توجه بشه. متشکرم از برنامه‌تون. خواهش می‌کنم. ممنون حسین. برام قاسم نوشته که در مورد دیکتاتوری یک برنامه داشته باشیم. پرسیده قاسم چرا در جهان سوم رهبران به صورت دیکتاتوری عمل میکنن؟ خواسته برنامه داشته باشیم در مورد دیکتاتوری. و همینطور اهورا برامون نوشته که راجع به اپوزیسیون‌های خارج از کشور و عدم مشارکت اونها با یکدیگه برای آزادی ایران یک برنامه داشته باشیم که چرا اونها با هم متحد نمیشن. و همینطور کاربری به نام چگوارا برامون نوشته با تشکر از برنامه‌مون، بیشترین چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه یا آگاهی یافتن مردمه و گفته که بیشتر از موضوعات داخلی ایران و افراد حاکم بگی تا مردم در داخل ایران آگاه بشن و بدونن که اینها بازی سیاسیه و بیشتر در مورد اتفاقی اطرافشون بدونن و همینطور در مورد انتخاباتی که در پیش داریم گفته برنامه داشته باشیم. و عباس هم چند تا پیشنهاد داده، گفته یکی نظرسنجی بذاریم هر شب در مورد موضوعات و ببینیم که چقدر آرا داریم، و گفته بیشتر در مورد مسائل مربوط به زندگی آدم‌ها بیشتر برنامه داشته باشیم تا آگاهی رسانی کنیم و مردم در مورد زندگیشون بدونن. و آرش هم گفته که ما الان تو این شبای زمستون، تو شب یلدا مثلا کجا بریم؟ گفته ما اصلا جای تفریحی نداریم، در مورد مکان‌های تفریحی بیشتر صحبت کنیم و اینکه بدونیم باید چی کار کنیم و کجا بریم. و همطور بابک گفته که بهترین سوال که مطرح میشه اینه که باید بگیم که ما الان ایران توسعه یافته داریم یا نداریم. خب رویا یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، این فرصت رو من میدونم الان محمود روی خط. من عذرخواهی میکنم از محمود که نمیتونیم باهاش صحبت کنیم، چون شما تا بخوای شروع بکنی وقت تموم شده، یه چیز حدود 40 ثانیه هم شاید کمتر وقت داشته باشیم. میخوای یه چند تا نظر دیگه ای رو اگر از فیسبوک مونده بخوای برامون بگی، یا در مورد فیسبوک توضیحی داری میخوای بگی؟ میتونیم در مورد فیسبوک مشید. من فقط خواهشی که دارم چند تا موردی که توی فیسبوک داریم که خواهش میکنم کوتاه برای من نظر بزنین، خواهش میکنم فارسی نظر بذاریم و اینکه نظر خودتون رو بنویسین. اگر میخواین با کسی دیگه صحبت کنید یا وارد یه چالش بشید، به اون دقت نکنید که حتما وارد یه موضوع عوض کنید و به یه جای دیگه برسید. خواهش میکنم به این چیزا دقت کنید.
خب ممنونم رویا و همینطور ممنونم از شما، ما رو در هفته گذشته و برنامه‌های مختلف همراهی کردید، با ما تماس گرفتید، در برنامه شرکت کردید. ما برنامه این هفته به پایان رسیده، دوشنبه هفته آینده برمیگردیم و موضوعات مختلفی رو، بعضی از این موضوعاتی رو که پیشنهاد دادین در برنامه در هفته دیگه درباره‌شون برنامه خواهیم داشت. مراقب خودتون باشید تا دوشنبه و خدا نگهدار.